موسیقی واسطه بین زندگی معنوی و جسمانی انسان هاست بابک فرهانی هستم قسمت پنجم تئوری موسیقی به زبان ساده رو به اتفاق شروع می‌کنم. گام چیست؟ گام به مجموعه نوت گفته میشه که به صورت متصل میان فاصله های یک اکتاف جای میگیرن به طور مثال گام دو از نوت دو شروع میشه و به نوت دوی بعدی ختم میشه گام ها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن یک گام های دیاتونیک دو گام های کرماتیک گام دیاتونیک به گامی میگیم که از پرده و نیم پرده های دیاتونیک تشکیل شده باشه گام کرماتیک گامی است که از دوازده نیم پرده که شامل هفت نیم پرده دیاتونیک و پنج نیم پرده کرماتیک تشکیل میشه گام دیاتونیک شامل دو دانگ هست که توسط یک فاصله دوم بزرگ یعنی یک فاصله یک پرده ای از همدیگه مجزا میشن پس حد فاصله بین دو دانگ در تمام گام ها یک پرده هست به طور مثال اگر ما بخوایم گام دو ماژور یا دوی بزرگ رو به دو دانگ تقسیم بکنیم از نوت دو تا نوت فا دانگ اول و از نوت سل تا نوت دو دانگ دوم فاصله بین دو دانگ نوت های فا و سل هستن که یک پرده با هم دیگه فاصله دارن. خب بعد از اینکه با گام های بزرگ آشنا شدیم نوبت به گام های کوچک میرسه. به طور کلی در موسیقی غربی سه مدل گام کوچک یا مینور رایج هست. یک گام مینور تئوریک، دو گام مینور هارمونیک، سه گام مینور ملودیک. پرده بندی گام مینور تئوریک به این صورت هست که خدمتون عرض می کنم پرده نیم پرده 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 نیم پرده،, پرده 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 یعنی فرض کنید اگر گام ما از نوت لا شروع بشه فاصله لا تا یک پرده سی تا دو نیم پرده دو تا یک پرده ر تا می یک پرده می نیم پرده فا تا یک پرده و سل یک پرده گام مینور هارمونیک در گام مینور هارمونیک ما نوت هفتم گام رو نیم پرده بالا میبریم یعنی فاصله درجه ششم یا نوت ششم گام با نوت هفتم یک و نیم پرده خواهد بود و طبیعتا فاصله نوت هفتم یا درجه هفتم با نوت هشتم یا اکتاو ما نیم پرده خواهد بود گام مینور ملودیک به دو صورت بالا رونده و پایین رونده تقسیم میشه که در حالت بالا رونده به این شکل خواهد بود پرده نیم پرده،, پرده 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 نیم پرده و در حالت پایین رونده به این شکل پرده پرده نیم پرده 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 نیم پرده و پرده پس متوجه میشیم که گام مینور ملودیک پایین رونده منطبق بر فواصل و درجه بندی گام مینور تئوریک هست یعنی فرض کنید که ما گام مینور تئوریک رو از نوت لا شروع کردیم و به نوت لای اکتاف رسیدیم و برمیگردیم به سمت پایین در این قسمت با گام های ماژور دیزار میخوایم آشنا بشیم به طور کلی ما هفت گام ماژور دیزار داریم که به بررسی اونها خواهیم پرداخت قبل از هر چیزی لازم است بگم که برای اینکه نوت نویسی ما دارای نظم باشه و داخل میزان های موسیقی ما شلوغ نباشه ما این علامت ها رو اول قطعه میگذاریم برای اینکه متوجه بشیم اسم گام ماژور دیزدار ما چی است کافی از آخرین دیز نیم پرده بالا بریم تا به اسم گام برسیم بنابراین هر وقت گام ما یک دیز روی خط پنجم داشت که در واقع نوت فادیز هست اسم گام ما سل ماجور خواهد بود هر وقت دو علامت دیز داشتیم ر ماجور خواهد بود چون دیز آخر ما دو دیز هست هر وقت سه علامت دیز داشتیم گام ما لا ماجور خواهد بود چون دیز آخر ما سل هست هر وقت چهار دیز در سرکلید داشتیم گام ما می ماجور میشه چرا که دیز آخر ما روی نوت ر هست هر وقت پنج دیز داشتیم گام ما سی ماژور خواهد بود چون دیز پنجم ما روی نوت لا هست هر وقت شش علامت دیز در سرکلید داشته باشیم گام ما فا دیز ماژور هست چرا که دیز ششم ما می هست و بالاخره هر وقت هفت دیز در سرکلید داشته باشیم دو دیز ماژور خواهد بود چرا که دیز آخر ما روی نوت سی هست هفته ای آینده با گام های مینور دیزدار آشنا میشیم و به بررسی تک تک این گام ها خواهیم پرداخت. شاد و پیروز و سربلند باشید.